ماه گذشته نخست یک تیاره جنگی چین بر فضای آبهای دریای جنوبی در مسیر پرواز یک تیاره کشفی امریکا مانور نظامی انجام داد که ایالات متحده آن را یک حرکت خصمانه بیجا دانست بعد از چند روز در تنگه تایوان که جزیره تایوان را از بخشهای دیگر قاره آسیا جدا می کند یک کشتی جنگی چین مانور نظامی خود را در حالی که در نزدیکی با کشتی جنگی امریکا بود انجام داد وزیر دفاع ایالات متحده آن را یک حرکت غیر مسئول نمی‌داند و قوای بحری امریکا را اقدام غیر مسئول می‌خواند این رویدادها صحنه را برای یک جنگ لفظی میان ایالات متحده و چین در نشست سران نظامی کشورهای موسوم به دیالوگ شانگریلا در سنگاپور آماده کرده بود این نشست سالانه بین رهبران نظامی کشورها برای ایجاد سهولت برای همکاری و جلوگیری از بحران برگزار می شود در عوض رهبران نظامی کشورها در این رویداد در مورد وضعیت دریای جنوب چین با هم به تبادله لفظی پرداختند جمهوری خلق چین به نظارت خطرناک بر تیاره های نظامی امریکا و متحدین ما که به طور قانونی بر فضای بین المللی پرواز می کنند، ادامه دهد. ما از متحدین و شرکای خود حمایت میکنیم آنها در برابر تعرض و فشار از خود دفاع میکنند باید فاضی بسازم که ما طرفدار جنگ و رویاروی نیستیم لی وزیر دفاع چین های آستن را برای ملاقات در نشست رد کرد برای جلوگیری واقعی از حوادث بهترین راه برای کشورهایی این است که به خصوص کشتی های نظامی و جدهای جنگی خود را نباید در نزدیک ساحات بحری و فضایی کشورهای دیگر مستقر بسازند به این معنی که به کار ما کاری نداشته باشید و از مردم خود خوب مراقبت کنید گرچه مفهوم سخنان وزیر دفاع چین این است که ایالات متحده باید از منطقه بیرون شود اما چین اول امسال بالون جاسوسی را بر فراز ساحات نظامی آمریکا و کانادا برای جمعوری معلومات فرستاده بود قانونگذاران میگویند چین بیش از حد خود تجاوز کرده است وقتی آنها با خود این اجازه را میدهند به نظرم حکومت باید اقدام کند و روشن بسازد که چین خود را به حیث دشمن معرفی کرده و ما هم با آن همینطور رفتار میکنیم از سالها با سو بیجینگ بیجنگ در برابر حمایت امریکا از تایوان مخالفت نموده است و به طور علنی در برابر سفر قرونگذاران امریکایی به تایوان واکنش شدید نشان داد و از پذیرایی رهبران این کشور توسط کیفر مکارتی که اخیرا از کالیفرنیا دیدن نمود انتقاد کرد ژیلا تلویزیون آشنای صدای امریکا واشنگتن